درود فراوان به شما نازنینان همیهنان فارسی زبانان و بینندگان عزیز این رسانه دیداری در سراسر جهان برنامه امروز رو آغاز میکنیم در آغاز عرض تسلیتی دارم به بازماندگان خانواده صدر مسعود صدر این مرد مبارز که سالهای سال در انتظار آزادی ایران کوشش و تلاش کرد و با سروده های زیباش یک حالت ارق میهنی در وجود ایرانیان راستین به وجود آورد اشعار او که جنبه حماسی داشت و مانند شاهنامه زیبایی و شکوه خاصی داشت بر دل می نشست بسیار انسانها اهداف بزرگی در ذهن دارند وریکن گاه ناتمام می ماند. حال چه باید کرد؟ بایستی تنها کاری که انجام بگیرد این باشد که تعداد انسانهای فرهیخته و اهل مطالعه رشد پیدا کند. یعنی واقعیت مسئله در تمام طول تاریخ کشور ما به یک نکته منتهی می شود و آن نکته اساسی آموزش و پرورش است که متاسفانه مورد اعتنا قرار نگرفته معلمان و دبیران و استادان دانشگاه ها مورد بیمهری قرار گرفتند و آنطور که باید و شاید از آنان حمایت نشده برای اینکه یک فرد بتواند واقعیت منبع نوری باشد برای ذهن سایر افراد جامعه نخستین موضوع آسایش و آرامش ذهنی این فرد هست یک دانشمندی که با مسائل مادی و مشکلات مادی درگیر هست به هیچ عنوان نمیتواند آنطور که شایسته و بایسته است مطالعه کند و بیاندیشد و افکار خود را متمرکز نماید تا بتواند راهکاری برای حل مشکلات و یا آگاهی دادن به سایر اکشار جامعه داشته باشد ما بزرگترین ضربه را از آموزش و پرورش در طول سالهای سال خورده ایم نه اینکه دبیران ما نه اینکه استادان ما نه اینکه دانش آموزان و دانشجویان ما کوتاهی کرده باشند خیانت و خیانت و خیانت خیانت که در بالاترین سطح جامعه انجام می گیرد موجب مشکلاتی برای هر دو گروه هست گروهی که آموزش می دهند و گروهی که می آموزند. گروهی که می و بایستی در آینده خود آموزش دهند و همینطور این دور تسلسل انجام بگیرد ولیکن متاسفانه با خیانتی که همیشه به دلیل اقتدار و سلطه نیروهای بیگانه در جامعه وجود داشته مشکلاتی اینچنین ایجاد شده خیلی راحت نظری به دوران قاجار وجود امیر کبیر و اقداماتی که این مرد بزرگ برای آموزش و پرورش جامعه ما کرد کاملا تمام مسائل را نشان میدهد و دیدیم که چگونه وی را از سر راه برداشتند چون یک واقعیت را عزیزان بپذیرید انگلستان به هیچ عنوان دوست ندارد در جامعه ایرانی رشد فکری ایجاد شود و مردم ایران از دانش بالایی برخوردار گردند بر این مبنا هر کس را که دانشی دارد محو و نابود می کنن. دنیای عجیبی است دنیای تکنیک و علم و این دنیای تکنیک و علم همانگونه که مفید است مضر نیز می باشد ما نظری به سالهای گذشته بیاندازیم بسیاری از افراد رو با خوراندن سم میخواست یا داروی خواست دچار آرزه قلبی کردند و به گورستان فرستادن هرچند گاهی نصیب خود حکومتگران نیز شد سید احمد خمینی و رفسنجانی نمونه بارز آن هستند که آنان را نیز با همین داروها راهی گورستان کردند ولی بسیاری از فرهیختگان و دانش آموختگان را نیز با چنین بلایی به دیار عدم فرستادند یک بار نقل کردم برای شما در ساختمان های تهرانتاج شهرک غرب در جشن تولدی که بود و پاسدارها در طبقه یازدهم حمله ور شدند به آپارتمانی که جوانان در آنجا بودند و پسر صاحبخانه برای اینکه او را نبرند از لب پنجره آویزان شد و پاسدارها وقتی آمدند هی hey, در پی صاحب آپارتمان یا کسی که برپا کننده این جشن بود گشتند و گویا به وسیله کسانی که از خود آنها در این جشن شرکت کرده بودند اشاره میشه به پنجره و یکی از پاسدارها میره و میبینه که این دستش رو به لبه پنجره گرفته و آویزانه آنقدر با قنداق تفنگ به پنجه این فرد میزنه تا رها میشه و میفته پایین و ساعت دو و نیم سه بعد از نیمه شب بود که ولوله ای در محوطه مجتمع تهران تاج ایجاد شد و شخصی در آن میان از ساکنین همون مجتمع که کارمند سازمان برنامه و بودجه بوده مرتبا به دیگران آگاهی میداده و دیگران رو احساساتشون رو تحریک میکرده بر علیه حکومت و مزدوران حکومت با دوربین های مادون قرمز در پشت درختها مشغول فیلمبرداری از افراد بودند و صبح که میشه به این آقا تلفن میشه که ساعت دوی بعد از ظهر شما تشریف بیارید به فلان آدرس میخوایم راجع به حادثه دیشب از شما سوالاتی بکنیم و این فرد میره اونجا با روی خوش با او برخورد میکنند و حتی به او قهوه ای تعارف میکنند و اون می نوشد و به منزل میاد و دو ساعت بعد دچار سکته قلبی میشه و از بین میره چون دوستانش ازش سوال کرده بودن چه اتفاقی افتاد گفته بوده که برخوردشون با من خیلی خوب بوده هیچ بی احترامی هم نکردن حتی پذیرایی هم کردن و این یک نمونه ای بود از اینکه کسانی که واقعا از این حکومت خوششان نمی آمده به دین وسیله از بین رفته و خیلی ها مانند او از بین رفتن پس فناور این دنیای فعلی دنیایی است که بیشتر این مرگ های ناگهانی رو ممکنه زیر سوال ببره همانطور زمانی که ایرج میرزا مرد به دلیل عدم آگاهی مردم از سمی که انگلیس ها به کار می بردند برای کشتن افراد بی خبر بودند و نمیدونستند آگاهی نداشتند که بعدها ناپل اون رو نیز با همون سم از بین بردن سم آرسنیک کسی در مورد ایرج میرزا تحقیق نکرد که یک شاعری که با آن شجاعت توانسته بود در جامعه واقعیت ها رو برملا کنه در سن 52 یا 54 سالگی ناگهان فوت بشه خب امروز که ما اگر واقعا دسترسی به موهای ایرج میرزا در نزد خانوادهش یا بازماندگانش داشته باشیم مانند ناپل اون ممکنه وجود سم آرسنیک رو در موهای او هم به اثبات برسانیم و قتل او حتمی بشه و یک مرگ طبیعی جلوه داده نشه امروز در مورد آقای مسعود سطر هم ما به راحتی میپذیریم سکته مغزی کرده خب سکته مغزی کرده ولی نکته جالبی در ارتباط با درگذشت مسعود صدر عزیز رخ داد که بایستی با شما عزیزان در میان بگذارم چون همه چیز بر میگرده به آموزش و پرورش آموزش و پرورشی که مورد تهاجم قرار میگیره و از آن به نام تهاجم فرهنگی نام میبرن ولی برداشت ها از تهاجم فرهنگی متفاوته ببینید ابتدا یکی از دوستان عزیز من که در فدرال بیلدینگ در تظاهرات شرکت میکرد و تصویری با مسعود صدر در کنار یکدیگر داشتند گذاشت و نوشت که مسعود سعد از قطار پیاده شد ما هم مسافران همان قطار هستیم و معلوم نیست در کدام ایستگاه پیاده شویم برای من غیر باور بود علا رقم این مسئله چون اطمینان نداشتم فقط تصویر او رو برای دوستانم فرستادم و زیرش نوشتم مسعود صد هم رفت. من تا در ذهنم داشتم که ببینم که دوستان من آیا تایید می کنند نبود این عزیز رو یا اینکه تایید نمی کنند و تکذیب می کنند. و خب گفتم من نوشتم فقط رفت. نگفتم که او فوت شده ولی خب ما ایرانی ها همیشه دوست داریم منفی فکر کنیم بلا فاصله میگیم مرد از رفت مفهوم مردش رو برداشت میکنیم در صورتی که یکی از مسائلی که بایستی در ذهنیت ما ایرانی ها تغییر کنه بیاییم یاد بگیریم مثبت فکر کنیم چرا مثلا از آمریکا به اروپا نرفته باشه وقتی میگیم یک نفر رفت حتما باید مرگ او رو تدایی کنیم درزه البته این جا افتاده بسیاری حق دارن اینطور بیاندیشن ولی وظیفه یک فرد به عنوان کسی که میخواد جامعه رو در حالتی دیگه رشد بده این هست که این مسئله رو متذکر بشه و بیاد بگه که بایستی مثبت فکر کرد من اینجا هدف خاص خودم رو ضمن این که تحقیق میکردم که ببینم واقعا این اتفاق افتاده یا نیفتاده انجام میدادم سعی میکردم که به این واقعیت پی ببرم که چه شده و دوست داشتم حتی از کسانی که براشون این مسیج رو فرستادم یا این پیام رو فرستادم یکیشون حداقل بپرسه مسعود سعد کجا رفت یعنی منفی فکر نکنه در بین دوستان بسیار گرامی من یکی از اساتید بسیار نازنین پیس کالج هست که نام ایشون رو نمیبرم ایشون برای من نوشت که روان شاد و بعد که من پیامی فرستادم و دیدم همه دارن اکثرا تکسیب میکنم میگم محسود صد نمرده و این شایعه است من برگشتم گفتم که من فقط گفتم رفت شما باید بیم پرسیدید کجا رفت چون خودم اینا نداشتم حقیقت میگم و دروغ بلد نیستم بگم و بعد این نازنین برای من نوشت بعد از اینکه شما اینو برای من فرستادی من سرچ کردم و دیدم روی اینترنت که تایید شده این مسئله و باسه همین نوشتم که روان شاد ببینید این برای من بسیار ارزشمند بود یک انسان وقتی صحبتی میشنوه بیا تحقیق بکنه یعنی تمام هدف من در تمام طول برنامه هایی که برای شما نازنینان اجرا کردم این بوده که این رو یاد بگیریم هر مسئله ای رو به سادگی نپذیریم و بیاییم وقتی کسی صحبتی میکنه روی احساسات روی اعتماد و سابقی دوستی که با اون فرد داریم قضاوت نکنیم بسیاری از دوستان من به خاطر شناختی که از من داشتن و دوستی که با من داشتن نوشتن که وقتی شما یه حرفی میزنیم ما اون چنان اعتماد داریم که قبول کردیم که شما درست گفتی. و خب این نهایت محبته ولی کن در سیاست بایستی محتاط بود شما از کجا میدونید که بلکه من یک روزی یک خبری رو با تهدید اسلحه برای شما منتشر نکنم کسی بقل دست من وایستاده با گوله میگه میگه زنم تو مخ تگه اینو این پیام رو ندی و اجاره مثلا من فلان پیام رو بدم حالا مسئله سانوی که در اینجا مطرحه و بسیار با ارزش هستش این هست که هر کدوم ما حداقل اقل علا رقم تمام اطمینانی که به یک فرد داریم بیاییم و چند لحظه ای فکر کنیم بیاندیشیم یا تحقیق کنیم ببینیم واقعا اتفاقی افتاده یا نیفتاده نکته اساسی در تمام این صحبت ها یک نکته اساسی است که با خردتون شما به اون به راحتی میتونید جواب بدید روند مسائل اجتماعی در طی یکی دو سال اخیر اعتماد مردم رو نسبت به خبرهای بی بی سی سرب کرده و مردم متوجه شدن بی بی سی اخبار و مقرزانه انتشار میده بنابراین بسیاری از اینکه مثل سابق علاقمند باشند خبرها رو از بی بی سی بگیرند گرگیزان شدن و دیگه به بی بی سی اهمیتی نمیدن و منابع جدیدی برای کسب خبر در ذهن خودشون دارند. بر این مبنا هستش که بی بی سی یکی از عواملی است که در انتشار این اخبار نقش اساسی داره سرودی میشنویم باز میگردیم و مسئله را در رابطه با خبرها برای شما تشریح خواهم کرد خواهرمین رو یقین دانان روز آزادی توراه پس ایران در دعاین با کلامش که سلاحه خواهرم این رو یقین دانان روز آزادی تو با درود مجدد خدمت شما نازنینان در ارتباط با خبرها و بی بی سی مطلب ناتمامون اکنون برای شما میگم در سالهایی که گفتم در سالهای اخیر کسانی که خیلی اعتماد داشتن به خبرهای بی بی سی گریزان شدن و دیگر اعتنایی به رسانه بی بی سی ندارن بنابراین بی بی سی سعی میکنه جوی ایجاد کنه که خبرهایی که در جامعه منتشر میشه زد و نقیز باشه و اکثر خبرهایی که دیگران فکر میکنن واقعی هست به صورت شایعی بیش نباشه نمونه های آن اعدام دختری که نمیدونم فردا صبح قرار اعدام بشه و بیاید دعا کنید و اینو برای دوستانتون بفرستید و از این مسائل یک نمونه ساده شه که بعد از هشت ماه باز هم نوشته میشه فردا صبح این دختر میخواد اعدام بشه و بیایید به دوستانتون بگین اعتراض بکنن از این صحبت ها. این یه نمونه ساده شه بنابراین تمام سعی بی, بی سی بر این مبنا قرار داره که مردم نسبت به منابع خبری دیگه بی اعتماد بشن و بگن لاعقل اگر مغرزانه بی بی سی خبر رو پخش میکنه ولی خبری که میده حداقل صحیح هست و باز برن شنونده رسانه بی بی سی بشن ببینید اینها حرکاتی است که از نظر اجتماعی حساب شده از نظر روانشناسی دقیق و مؤثر هست و اگر چنانچه شما هوشیار نباشید این بلا سر بسیاری خواهد آمد بنابراین این وظیفه مهم ما در ارتباط با خبرهایی که میشنویم در وهله اول این است که بیاندیشیم و بعد تحقیق کنیم و بعد به انتشار خبر بپردازیم و متاسفانه در همه ما ایرانی ها یک نوع شتاب زدگی وجود داره حتی در خود من من تافته جدا بافته ای نیستم منم یک ایرانی هستم بسیار ما شماها هیچ فرقی نمیکنه همونطور که شما اشتباه میکنید منم اشتباه میکنم همه اشتباه میکنن منتها اشتباهات شدت و ضعف داره بعضی محتاطن کمتر اشتباه میکنن بعضی نه اصلا احتیاط ده میکنن و اشتباهاتشون زیاده پس دوستان عزیز بزرگترین مسئله از آنچه که تا این لحظه برای شما گفتم این هستش که ما آموزش و پرورشمون کلید اصلی موفقیت و افتخار جامعه ایرانی است ما ایرانیان بایستی دقت زیادی بکنیم که واقعیتها رو به فرزندان میهن بیاموزیم از اینکه حقایق رو بازگو کنیم دریغ نکنیم به خاطر منافعمون سکوت نکنیم اگر زندگی میکنیم زندگی خودمون رو وقف نسل های آینده خود بکنیم یعنی به خاطر نسل های آینده امروز زبانمون رو باز بکنیم سعدی علیه الرحمه میگه زبان بریده به کنجی نشسته سمون به از کسی که نباشد زبانشن در حکم باید آقای سعدی رو بهش بگیم شما هم یه نوع خودسانسوری رو آمدی شایع کردی ولی خب ایشون نکته جالب میگه که باید در این شعرش بهش دقت بشه میگه به هز کسی که نباشد زبانش در حکم یعنی زبان انسان چگونه در حکم قرار میگیره باید ذهن انسان فرمان بده تا زبان بگرده و سخن بگه بنابراین یک مغزی که بارور باشه متفکر باشه اندیشمند باشه صحبتی که میکنه بر مبنای خرده و این زبان در حکم فرده و اون فرد به حکم ذهنیت خودش و دانش خودش سخن میگه به هر روی آموزش و پرورش کلید اصلی هست و بایستی حفظ بشه بایستی به کسانی که میآموزند به دبیران به معلمان به استادان بایستی بها به داده بشه در جامعه بیشترین احترام به این قشر از جامعه گذاشته بشه و ما قط شناس این طبقه از جامعه خود باشیم متاسفانه ما ایرانی ها آموخته ایم خرم که بگذرد از فل زنم چهچه چه بلبل یعنی تا زمانی که نیاز داریم و مدرسه میریم دانش دبیرستان میریم دانشگاه میریم و نیاز داریم بیاموزیم برای استاد برای دبیر برای معلم خودمون احترام خاصی قائل هستیم و وقتی فارغ و تحصیل شدیم فراموش میکنیم حتی این زحمت رو به خودمون نمیدیم که گاهی سری بزنیم به جایی که تحصیل کردیم و یک شاخه گل ببریم برای استاد یا برای دبیر یا برای معلم خودمون و من واقعا همیشه در ذهنم بوده و رفتم و کسانی که به من دانش آموختن میدونن من آدمی بودم که همیشه در ذهنم بوده و میرفتم و تشکر میکردم عرض ارادت میکردم و قد شناسی میکردم از آنچه که آموختم از اساتید خودم بیایید یاد بگیریم بیایید یاد بگیریم که به کسانی که به ما دانش آموختند احترام بگذاریم و اونها رو بزرگ بدونیم و همیشه خودمون رو شاگرد آنان تصور کنیم نه اینکه چون به مقامی رسیدیم همه چیز رو فراموش کنیم. به هر حال این بحث قسمت اول برنامه امروز من بود. باز هم به خاندان مسعود صدر عرض تسلیت دارم برای همه بازماندگان ایشان. آرزوی شکیبایی و بردباری دارم و امیدوارم که اخبار این چنین رو دیگر هرگز نشنویم و به امید آزادی ایران دوستانی که تلاش میکنند بر تلاش خودشون بیفساید و بر روشنگری خودشون در جامعه شتاب بیشتری بدن. در برنامه گذشته یعنی گذشته های دور در سال 2018 بودش چون فکر کنم این اولین یا دومین برنامه در سال 2019 باشه دومین باید باشه در اولین برنامه اشاره داشتم به مسیحیت و ارامنه ایران که بسیار عزیز هستند این طبقه از جامعه ایرانی و برای شما عزیزان گفتم در دوران اشکانیان ارامنه در ایران که بیشتر به مسیحیان شهرت داشتند یعنی کسانی که مسیحی بودند به اینها میگفتند ارمنی یعنی تفکیک ارمنی از مسیحی من که در طول تاریخ عمر خودم تا زمانی که در ایران بودم من تفکیکی بین این دوتا ندیدم هر کس که مسیحی بود ارمنی بود هر کس هم که ارمنی بود مسیحی بود در سالهای اخیر یعنی 18 سالی که از ایران دور ماندم نمیدونم چه اتفاقی در اونجا افتاده ها، یا باز هم همین گونه است یا اینکه تغییر پیدا کرده چون در حال حاضر بسیاری از کسانی که مسلمان بودند به مسیحیت گرویدند و اینها اهل ارمنستان نیستند به هر حال آنچه که مسلم است در دوره اشکانیان به دلیل آزادی که پادشاهان اشکانی برای ادیان قائل بودند دین مسیح در بین ایرانیان رشد کرد شمعون و تدا و برتولما کسانی بودند که اینها در ترویج افکار مسیح بسیار تلاش کردند اینها کسانی بودند که از سخنان مسیح در ایران برای مردم صحبت کردند و متاسفانه هر سه اینها به دست متعصبین مذهب زرتشت موبدان به قتل رسیدند و کشته شدند در دوران اشکانیان به قدری ایرانی ها از سخنان مسیح استقبال کردند که بسیاری از موبدان حتی به دین مسیح گرایش پیدا کردن و مسیحی شدند مسیحی شدند و حتی ازدواج های بین مسیحیان بیگانه و ایرانی رخ داد و ارامنه حتی با ایرانی ها بسیار ازدواج مودن و فامیل شدن این هست که ارامنه خون ایرانی دارند و ایرانی ها نیز خونشون ترکیبی از خون ایرانی و ارمنی هست و پادشاهان اشکانی بزرگترین نعمت رو برای طرفداران دین مسیح ایجاد کرده بودند و اون نعمت،, نعمت نعمتی جز آزادی نبود البته همیشه من گفتم اعتقاد من و نظر من بر شخصه این هست که دین هر فرد یا مذهب هر فرد رابطه فردی اون شخص با خداوند کسی که به خدا اعتقاد داره که برخی فکر میکنن باید یک موجود واهی در ذهن خودشون داشته باشند و اسم اونو خدا بگذارند که چنین چیزی نیست خدا یعنی انسانیت یعنی عشق یعنی محبت کسی خدا رو میشناسد که همان گونه که مسیح گفت از عشق لبریز باشد هم نوع خودش رو دوست داشته باشه اگر توانست درک درستی از عشق و محبت داشته باشه او خداشناسه نه اینکه کسی که دلا و راست بشه 17 بار که صد 170 بار در روز نماز بخونه و هی بگه خداوند ها من شکرت میکنم من شکرت میکنم خب تو شکرش میکنی این چه خاصیتی داره ولی اگه دست کوری رو گرفتی از این سوی خیابان به اون سوی خیابان بردی از هزاران شکری که بر زبان می آوری ارزنده تره یعنی عشق تو به هم نوع خودت و محبت تو به هم نوع خودت این بزرگترین عبادته ولی خب متاسفانه ما یاد نگرفتیم که ابراز عشق بکنیم برخی ابراز عشق و محبت رو نشانه خجالت خودشون میدونن و شرم دارن از اینکه آقا کسی رو دوست دارید بهش راحت بگید من تو رو خیلی دوست دارم اون رو در آغوش بگیرید با محبت با عشق فرزندتون شما تا هفت سالگی با فرزندانتون چگونه رفتار بکنین آیا بعد از هفت سالگی هم همین حالت رو حفظ میکنید به هیچ عنوان پسر من مردی شده یعنی چی انسان همیشه به محبت نیاز داره مرد شده پسرت در آغوش بگیر بهش عشق ببرس دختر تو همینطور بهش محبت کن نه اینکه تا هفت سالگی بعد بذاری خودش بره بالا فقط به درسهاش اهمیت بده که درسش میخونه وقتی اینجاست که آموزش باید با پرورش همراه باشه شما یک گلی که میکارید در باغچه اگه مرتب بهش برسید و علف های رو از دورورش دور کنید و آبیاری صحیحی داشته باشه میبینید گل بسیار زیبایی به بار میاره یا میوه خوبی به بار میاره انسان ها هم همون حالت رو دارن وقتی فرزندانتون رو رشد میدید سعی کنید علف های حرزی که در جامعه میان و به فرزندتون نزدیک میشن مواظب باشید که آنها را دور کنید البته بسیاری قادر نیستند و نمیشه بر آنها ایراد گرفت مشکلات اقتصادی موجب میشه که بسیاری از کسانی که دوست دارند این کار رو بکنند به دلیل مشغله زیاد نتوانند رسید، رسیدگی جامع و کاملی در ارتباط با فرزندانشون انجام بدن اینجا هست که اگر محبتی باشه و عشقی باشه بین افراد خانواده و خیشاوندان آنها بایستی این رسالت رو بر عهده بگیرند و به کمک کسی که گرفتار هست بیایند تا اون فرد بتواند فرزندش رو پرورش صحیح بده وقت من متاسفانه در اینجا به پایان رسیده تا برنامه دیگر و سخن دیگر همه شما نازنینان رو به خداوند یکتا می سپارم شاد و خرم باشید